بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن متن مختصر يسمى متن نواقض الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. در باره یک متن مختصر تحت عنوان نواقض اسلام صحبت خواهیم کرد. اولا قبل ان ندرس هذا المتن يعني نتكلم عن شيء فيما يتعلق بهذا المتن. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم و درباره این متن سخن بگیم، یک نکته رو در همین رابطه یادآوری میکنیم. ما هي النواقض؟ نواقض اسلام چیه؟ النواقض المفسدات المبطلات شيء واحد، مبطلات للإسلام. آنچه که موجب باطل شدن اسلام شخص و خروج او از دایره اسلام میشه، به این میگن نواقض اسلام. نعم، یعنی ما يخرج به المسلم من الإسلام نسأل عافية السلامة إلى الكفر الأكبر. آنچه که موجب خروج انسان مسلمان از دایره اسلام به سمت کفر اکبر میشه، این نواقض اسلام هست. لماذا ندرس النواقض؟ چرا نواقض اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم و فرا میگیریم؟ ندرس النواقض حتى لا نقع في ناقض من نواقض ونخرج من الدين. نواقض اسلام رو یاد میگیریم تا مرتکب هیچ یک از نواقض اسلام نشیم و نهایتاً به سبب ارتکاب نواقض اسلام یا هر یک از مواردی که در این باره هست به کفر مبتلا نشده و از اسلام خارج نشیم. حتى يعني نحذر منها ونحذر منها. بدین معنا که هم خودمون از نواقض اسلام اجتناب بکنیم و هم دیگران رو از اونها برحذر بداریم. نعم، اذا ليس الغرض من تألیف النواقض من دراسة النواقض التكفير، لا، انما الغرض التحذير، نحذر ونحذر. لذا منظور از گردآوری و بیان نواقض اسلام تکفیر نیست، بلکه منظور اینه که این نواقض رو بشناسیم تا خودمون ازش برحذر باشیم و دیگران رو هم از اون برحذر کنیم. و انا استغرب من كثير من الناس عندما ينتقد تعليف هذه النواقض ولا ينتقد تعليف مبطلات الصلاه، نواقض الوضوء، مفسدات الصيام، محظورات الاحرام. تعجب از کسانی هست که در رابطه با نواقض اسلام رویکردشون رویکردی هست که ما در کنار اون موضوع نواقض نماز و همچنین نواقض و مبتلات و مفسدات حج و دیگر مسائل شرعی رو میبینیم، اما در رابطه با نواقض اسلام رویکردشون رویکرد شگفت‌زده‌ای هست و از باب انکار و رد اون هست. نعم، الان لماذا ندرس نواقض الوضوء مثلا؟ سوال اینه که ما چرا نواقض وضو و مبطلات وضو رو یاد میگیریم؟ حتی لا تأتی بناقض مناقض الوضو و یکون وضو باطل و یترتب علیها ما بعدها من الصلاة. هدف از فراگیری نواقض وضو اینه که ما بدونیم که چه مواردی موجب باطل شدن وضو میشه تا هیچ یک از اونها رو انجام ندیم و نهایتاً مسائلی که مترتب بر اون هست از جمله بحث باطل شدن نماز روی نده. نعم، ثم ان البعض يظن ان المؤلف رحمه الله تعالى هو اول من الف في النواقض وهذا خطا. و برخی از مردم فکر میکنند که نگارنده کتاب نواقض اسلام نخستین کسی هست که در این باره و این موضوع این کتاب رو به نگارش در آورده، در صورتی که این طور نیست. لا يوجد امام من الائمه من ائمه الاسلام ممن الف في الفقه الا ولا بد ان يتكلم بالنواقض. هیچ امامی از ائمه اسلام دیده نمیشه که درباره فقه مطالبی به نگارش درآورده و کتابی نوشته، مگر اینکه درباره نواقض اسلام هم نوشته هایی داره و سخنانی داره. نعم، یذکر النواقض في باب حکم المرتد، آنچنان که مسائل مربوط به نواقض اسلام رو در باب فقهی کتاب فقهی خودشون تحت عنوان احکام مرتد ذکر کرده. نعم، اذا قبل ان نتكلم في باب من الابواب نتكلم او نرد لابد ان نعلم وندرس هذا الباب دراسه جيده. قبل از اینکه به ابواب دیگرش بپردازیم لازم و ضروری است که به این درس و این مطلب و فراگیری اون به عنوان مقدمه بپردازیم. المؤلف رحمه الله تعالى في النواقض قا
قال فينبغي على المسلم أن يحذرها، يعني على نفسه ويحذر منها، لم يقل أنا أؤلف هذه النواقض من أجل تكفير الأمة. نگارنده نواقض اسلام تصریح کرده به این که قبل از هر چیز شایسته است که مسلمان نواقض اسلام رو فرا بگیره و خودش ازش برحذر باشه و دیگران رو هم ازش برحذر بداره. نعم والله اعلم.